در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی میکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت میکردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او درآمد که به داخل جایگاه مقدس در معبد بزرگ وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست آتشدان بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شده و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید و با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خداوند قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان درآورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور میتوانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میایستم و فرستاده شدم تا با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در داخل جایگاه مقدس در معبد بزرگ ماند متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در داخل جایگاه مقدس در معبد بزرگ رویایی دیده است و چون نمیتوانست حرف بزند، ایما و اشاره میکرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کهانت خود را در معبد بزرگ به انجام رسانید، به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه در خلوت به سر برد و با خود میگفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است.